د کابل نیوز کرام زموږ سلام راولې ته خلاص. نواز شریف امریکا کې د امریکایي مقامات سره خبر کې د امریکا د جمهور رئیس سره ویل کیږي چې په دغه خبرو کې به یو مهم موضوع د افغانستان وي، دغه چې پاکستان همکاري نه کوي، خصوصا ناقانی ډلې په وړاندې عملیات نه کوي. د دې په کې نور موضوعات به تمن مطرح کیږي، خو هغه څه چې ډېر مهم دي دلته ویل کیږي هغه پاکستان باندې دغه تور دی چې د طالبانو ملاتړ کوي. هغه طالبانو چې دغه څو ورځې مخکې د امریکا یو الوتکه د افغانستان په جنوب کې ولیدله، F-14 الوتکه ولیدله، ځینې رسنیو دغه تصاویر هم نشر کړل چې ولیدلې ده. اوله کې امریکا نه منله، خو بالاخره امریکا دا ومنله چې د دې یو الوتکه لګېدلې ده. دې سره دغه سوال رامنځته شوی دی چې آیا طالبانو نوې ملاتړ ترلاسه کړی دی، نوې وسلې ترلاسه کړې دي؟ دغه نوې وسلې د هماغه پخواني ملاتړ د لارې نه دي، وکه نه نوې ملاتړ ترلاسه کړی دی، نوې ودونو ملاتړ ترلاسه کړی دی. نو که دغه مسله وي، دلته به د امریکا دریز او د امریکا کم لوبه چې دلته روانه ده په هغه به اغېزې څنګه وي؟ په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملمانه دي مولوی صاحب عبدالرحمن رحماني د ولسي جرګې غړی او ښاغلی وحید مجدا سیسچرو شنونکي. ستړي مشې، په خیر راغلی. جناب مجدا صاحب، پیش از اینکه سر بحث روابط رفتن نواز شریف به امریکا و صحبت هایی که در اونجا احیانا صورت خود گرفت در مورد افغانستان، این واقعی که چند روز پیش یک تاره امریکایی سکوت کرد، تاره فرانز امریکا در جنوب افغانستان، بعضی از رسانه ها تصاویرش نشان دادن و بالاخره امریکا قبول کرد که چنین کار صورت گرفته. تاره F-16 با اسلحه عادی مشکل است که سقوط شد. آیا طالبا اسلحه جدید به دست آوردن یا حمایت جدید به دست آوردن؟ چطور گفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین با سلام خدمت بینندگان محترم کابل نیوز، خدمت جناب رحمانی صاحب و جناب شما زواک صاحب. جنگی که در افغانستان متاسفانه در طول 36 سال گذشته با فراز نشیب های مختلف ادامه داشته، حمایتگرای مختلف هم تجربه کرده در طول این مدت، که البته بیشترین ضربهش مردم عام افغانستان دیدن. جنگی که در افغانستان است یک جنگ در حقیقت تصفیه حساب بسیار کشورها است در داخل افغانستان، و با میدان آمدن قدرت های جدید در سطح جهانی این جنگ باز هم پیچیده تر شده میره. از این سبب این احتمالات که ممکن است قدرت های جدیدی در جنگ افغانستان شامل شوند و مشکلات بیشتر شوند، روز تا روز این جدیدتر میشه. از آغاز سال جاری مسیحی ما شاهد تحرکاتی بودیم که به شمال طالبان به شمال رفتن و در شمال افغانستان هم بالاخره تانستن که بزرگترین دستاورد خود در طول 14 سال تجربه کنند، که بعد از گرفتن کنترل یک شهر کلیدی و مهم در شمال افغانستان بود. تمام اینا نشان میده که در این جنگ تنها اطوری که ما تا به حال را فکر میکردیم که یک کشور که بیشتر و تنگوشت انتقاد روی پاکستان بود اطور نیست. این سلایی که مثلا اگر واقعا اطور باشه و کشف شود، که البته روی مسئله تحقیق روان است، اگر توسط موشک شده باشه، این موشک که زمین به هوا هست احتمالا استینگر نبوده، گرچه که در افغانستان آنوز هم میگن که در بعض قمانده موجود باشه، یکی دوتا استینگر اگر در جایی بوده باشه و طالبا او رو به دست آورده باشن، اما تا جایی که تجربه نشان داده اینطور میگفتن که تیارهای خود امریکایی رو سلاح استینگر نمیتونه بزنه و طوری دیزاین شده که باید سلاح ای چی را تیاری هدف نمیگیره، هدف خود امریکایی رو نزنه. به هر حال اگر واقعا در زمانی که ما در این مسائل پیگیری میکردیم، در زمان جواد همین گپا زیاد گفته میشد، بنابراین باید در جستجوی بود که
این چه قسم سلا بوده؟ ای بله چه قسم سلا بوده؟ این بسیار مهم است که راکتای پیشرفت است. خب طبعا لیکن در جنوب افغانستان فحش شده و آیا ممکن است که بدون مداخله پادرمیانی پاکستان کشور سوم با طالبان رابطه داشته باشه؟ رابطه ممکن داشته باشه، لیکن انتقال اسلحه و رساندن اسلحه و چنین اسلحه پیشرفته طبیعی است که دست یک کشور همسایه در این باید باشه. یعنی ما اینطور فکر نمی کنیم که کشور اگر افغانستان ماد بخشکه نمی بود و با بحر را می داشت، در اون صورت باز گفتم می تانستیم که آسان بود که یک بتانه آدم یک به شکل توجیه کنه که شاید یک قایق تانسته که بیاید به سرحد به ساحل و این کار را بکنه، اما در کشوری مثل افغانستان چنین چیزی بدون کمک یک کشور همسایه ممکن نیست. این مسئله یک پیچیدگی دیگر نشان میده. نشان میده که اگر واقعا این سلاح آمریکایی نبوده باشه، یا ساخت چین است یا ساخت روس است. دیگر کشورهای همسایه ما نمیتونن که طور یک چیزی را طور یک سلاح را بسازن و باز خود تیارات F-16 سیستم هایی دارن که همونطور که شما فرمودین یه در برابر بسیاری از عملات که از زمین به هوا صورت میگیره و از هوا به هوا صورت میگیره یک سیستم دفاعی مؤثر خود داره و F-16 قیمتش هم حدود بین گفته میشه که بین 150 تا 300 میلیون دلار یک تیاره قیمت داره و اینطور یک تیاره با تمام تجهیزات که لازم است که از خود دفاع کنم مجهز است. بنابراین یک احتمالی است که این با توسط داشکه یا سلاح‌های عادی دیگر زده شده باشه که بود در صورتی است که تیاره F-16 و بسیار ارتفاع کم پرواز کرده باشه که طور امکان نداره. در افغانستان معمولا به خاطر کوهستانی بودن باز مخصوصا در سمتی که یعنی احتمال بسیار قوی است که توسط یک اسلحه پیشرفته کدام راکت پیشرفته تر، یعنی نه سلاح‌های عادی و بدون شک اینطور شده و این احتمال خود نشان میده که یک قدرت دیگه یک کشور دیگه این سلاح را به طالبا و طبعا توسط یک از همسایه پاکستان و یا ایران که زیاد احتمال داره پاکستان بوده باشه این اصله را داده باشه. امطور است؟ بدون شک امطور است. ما سلاحایی را که مثلا یک زمان دوران جهاد خدمت شما عرض میکنم سلاح استینگر به پاکستان میامد، اما انتقالش خود امریکایی ها هم این را در مورد انتقالش بسیار زیاد حساس بودن که این سلاح باید از کدام مسیر بره و اونا تعقیب میکردن. با وجود از این هم این سلاح استینگر یک بار دست ایرانی ها هم افتاد که سبب نگرانی امریکا شد. و هر حال آنچه که حال ثابت شده ای است که خود امریکایی اعتراف میکنن که نقص تکنیکی در خود تیاره نبوده. معمولا در چنین موارد اینا میگن که نقص تکنیکی بوده و چی شده. وقتی که اینا میگن که طور یک کار شده و ایره تحقیق میکنن و در رویش تحقیق صورت میگیره و مخصوصا بعد از اینکه اعلان میکنن که 5500 سرباز بعد از سال 2000 و چنین واقعی صورت میگیره، بعد از این واقعی صورت میگیره در حقیقت یک خب البته اینا با زبان هم دیگر میفهمن، خود امریکایی ها شاید دقیق بفهمن که چی گپ بوده و چطور بوده، منطقه ما را کمی چی میسازه که فکر کنیم سرش، اما حتما به این مسائل ارتباط داشت. بله رحمانی صاحب، اگر چون این چیزی باشه قدرت دیگه دخیل باشه و طبعا بدون همکاری پاکستان مشکل است که چون این سالهای پیش رفته به دست طالبا برسه و این اسلحه تیارای امریکایی را نشانه بگیره. تا امروز خوب بحث این بود که پاکستان تطبیق کننده، یعنی همکار است با امریکا، پاکستان چیزی که میکنه مخالف با اهدافی که امریکا در این منطقه داره نیست. دخیل شدن یک قدرت سوم یا کشور سوم در حمایت طالبا آیا تغییر در پالیسی پاکستان است؟ روابط پاکستان و امریکا چگونه در اینجا تعریف میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهن حسین، سلام بر شما جناب مجده صاحب، همکاران عزیز و بیننده های برنامه کابل نیوز. واضح هست که در جنگ افغانستان دسته های وجود داره
و این دسته هایی که در جنگ افغانستان تا این حال دراز بوده در حالات های سریع داشته، گاهی هم شده که کشورهای استکباری در افغانستان سیاست های خود را داشته. ناتو با وجودی که از خود همپیمان های داشتن در جنگ افغانستان، ولی زمانی که رهبریش را امریکا میکنه در افغانستان، در خود جبهات ناتو کشورهایی هستن که گاهی هم سیاستش مخالف با سیاست امریکا هست. در اینجا مثال انگلیس، آلمان که نظر خود را داره، اهداف خود را داره در افغانستان، نظر و اهداف خود را دارن، ولی بله. آیا تا این حد میتونن که پیش برن در مقابل یعنی عملا در جبهه نظامی علیه امریکا ایستاد شدن؟ ببین، تداوم جنگ در افغانستان از خود فکر بکنیم که یک شیوه خیلی سحر آمیز را گرفته که چه قسم باید در افغانستان جنگ تداوم پیدا بکنه. با شواهد و اسناد ثابت شد که پاکستان مجری برنامه های جنگی در افغانستان هست که زی کسی این کار کرده نمیتونه. بارها درخواست میشد در رابطه پروسه صلح از رؤسای جمهوری افغانستان که آقای کرزی بود و از آقای اشرف غنی، بارها مکرر درخواست شدن که شما بخواین از جامعه جهانی خصوصا از پاکستان که یک مرتبه مرکز نشستی نمایندگان طالبان را با افغانستان در افغانستان جور کنه، مرکز نشست را در پاریس جور میشه، در قطر جور میشه، مثال در استانبول جور میشه و در امارات جور میشه و در ناروی و در چین و در اسلام‌آباد جور میشه، ولی این نشست ها همیش استقلال نظام افغانستان را ضرب صفر کرد که افغانستان یک کشور مستقل نبوده و امیر هم متقاعد ساخته نتانستن نظام افغانستان که اونا در افغانستان باید نشست داشته باشه، در پاکستان می نشینه و زمانی که از پاکستان در جای دیگر انتقال داده میشه با امو مثال پیایی پاکستان انتقال میکنه و رهبریت نظارتش هم پاکستان میکنه. از این دخالت های پاکستان صراحتاً معلوم میشه بله. مجری برنامه پاکستان هست، یعنی در نفر پاکستان در اینجا که در افغانستان جنگ ادامه میده بحثی نیست. بله. بحثی است که پای قدرت سوم بله. احیانا کشورهای منطقه مثل چین و روسیه و یا نمیفهم ایران چنین تکنولوژی را داره و یعنی شاید شامل شود. این حالی این چیزیست که در تضاد با منافع امریکا واقع میشه. ببینین، یعنی اگر از رای پاکستان یا با همکاری پاکستان یک کشور سوم چنان همکاری با طالبان شروع میکنن که جبهه ضد امریکا تقویه میشه، خب این حال روابط امریکا و پاکستان یعنی سر پاکستان اطمینان را شما دارین که او وفادار به سیاست های امریکا باشه؟ سر پاکستان هرگز اعتبار و اعتماد را نداشته باشین. پاکستان مجری برنامه هست، هر برنامه که در افغانستان برای تداوم جنگ تطبیق میشه که او از مجرای سیاست امریکا هست یا انگلیس هست و یا کشورهای دیگری هست، ولی کشورهای آسیای میانه باشه، پاکستان مجری برنامه هست. پاکستان سر مرده تجارت میکنه، منافع خود را به هر جهتی که بیشتر ببینه پاکستان به خاطر حفظ منافع خود و برای دخالت خود این کار را میکنه. اگر فکرتون باشه 6-7 پیشتر از مطبوعات و از مجله ها اخبار نشر شد که داعش در پی خریداری سلاح‌های هسته‌ای هست و شاخه داعش برای فلان در مرز پاکستان و افغانستان هم وجود داره. اگر در یادتون باشه چند روز پیشتر حتی در کشمیر هم بیرقای بالا شد به نام داعش، کشمیری که پاکستان و ایران، پاکستان و هندوستان سر او کشمیر سالها جنگ دارند که اون طرف تهدید برای هند باشه و این طرف هم از طرف پاکستان زودتر تقویه شوه. این یک سیگنال بود برای که پیش از پیش تداعی در ذهنهای مردم بکنه که بله، داعش و طالب اگر سرای هسته‌ای به دست میاره، موشکای زمین به هوا را به دست میاره، از کجا میتونن؟ بله، از کجا میتونن؟ این یک تداعی بود در ذهنهای مردم. مثل که آقای اشرف غنی یک روز گفته بود که از دوستای بین‌المللی و جامعه جهانی می‌خوایم که در افغانستان اینا مرکز دفاع جنگ را بسازن. این یک تداعی بود در ذهن های مردم که بله، جنگ در افغانستان ادامه نیافت، در این جنگ مرکز جنگ باشه. برای که در افغانستان جنگ دائم باشه، پاکستان از راه‌های مختلف،
از چینل های مختلف ولو که اینم این کار پاکستان ثابت شوه که به ضد سیاست امریکا هست ولی منافع خود را در نظر میگیره، ممکن در اینجا منافع پاکستان بیشتر باشه که زلای زمین به هوا را از کدام طریق برای جنگی هایی که هم در مرز پاکستان و افغانستان است. اگر در مرز روسیه و افغانستان میشد ممکن صد فیصد حکم به این بود که از طرف روس داده شده. اگر در غرب افغانستان می بود ممکن از طرف ایران، ولی یک مثال در جنوب افغانستان هست، در ولایت مرزی پاکستان و افغانستان هست و این مثال عمل صورت می گیرد، در این جای تردید نیست. درست جناب مجتسب، آیا این موضوع زیر بحث نخود آمد بین نواز شریف و اوباما و تاثیر سر روابط امریکا و پاکستان چقدر می دانند؟ اگر این را قبول کنیم که یک کشور سوم با وساطت پاکستان اسلحه را به طالبان رسانده، اول خو مسئله خیلی قابل دقت است که امریکایی ها تا سند نداشته باشند معمولا در روابط بین کشورهای معمول است که بدون سند یک کسی را به کار متهم نمی کنند. بنابراین در این مسائلی که در مذاکراتی که میشه ممکن است به شکل زمینی مطرح شود که طالبان به تو سلاح دسترسی دارند و پاکستان هم بگوید که خب در این منطقه روسیه هست، روسیه به عنوان یک کشوری که سر بلند کرده در اینجا از بین خاکسترهای دوران جنگ سرد بیرون آمده دوباره میخواهد قدرت شود و این هم یک وسیله باشه که از امریکا بیشتر از این باج بگیره و بگوید که ما هستیم در اینجا و مثلا امریکایی ها این مسئله را زیاد سر پاکستان متوجه پاکستان نسازن. مسئله مهم این است که فعلا روابط بین المللی در مذاکرات متوجه پاکستان میسازن یا نمیسازن، لیکن امریکا خو میفهمه که چگونه کار صورت در این صورت روابط امریکا و پاکستان چی شکل خواهد گرفت. آیا پاکستان به این مرحله رسیده که باید انتخاب کنه یا امریکا یا فرضاً چین و روسیه؟ بله، در رابطه با روابط پاکستان با کشورهای چین و روسیه خدمت شما عرض کنم، همانطور که میدانیم روابط بسیار نزدیک بین چین و پاکستان از البته به صورت علنی وجود داشته، اما موضوع روسیه خیلی مهم است. در سال 2011 ولادیمیر پوتین یک حرف زده بود، در اون زمان که زیاد توجه نشد، او گفته بود که پاکستان در جنوب آسیا و در کشورهای در جهان اسلام میتونه یک متحد خوب روسا باشه. و چند روز پیش یک توافق چیم صورت گرفت که بله در سال 2013 احداث بله در سال 2013 همکاری های استراتژیک بین عملا بین پاکستان و روسا شروع شد. خب پاکستان به عنوان یک قدرت اتمی خیلی برای روسا با ارزش است را داشتن رابطه با اونا. 4 هلیکوپتر پیشرفته MI-32 وقتی که روسا میتن به پاکستان به نام مبارزه علیه تروریسم، در اون زمان هم قدر به این مسئله توجه نشد، 4 تا هلیکوپتر، اما این مسئله خیلی مهم بود که روابط داشت گرمتر میشد. حالا این مسئله پایپلاینی که شما هم اشاره کردین به او که با طول 1100 کیلومتر از یک ترمینال گاز مایع در کراچی تا به لاهور امتداد پیدا میکنه که در ظرف 4 یا 5 سال میگن که با ارزش 2.5 عرب که تقریبا میلیارد دلار ای چی میشه تمویل میشه از طرف روسا. اینا نشان میده که روسا در صدد یارگیری در این منطقه دنیا هستن. یک چیز بسیار مهم در اینجا برای روسا مهم است، بلی برای چین مهم است که پاکستان در این رقابت ها به طرف خود جلب کنه، لیکن آیا پاکستان به اون نقطه رسیده که باید دیگه یک طرفه بسازن مثلا با امریکا؟ یک طرفه هیچ وقت نمیسازه پاکستان. پاکستان هیچ وقت یک طرفه، همونطوری که یک وقت گفته بودن که ممکن است، در زمان ضیاءالحق من یاد دارم که گفتن ممکن است که ریاکتورهای اتمی پاکستان بمباران شود توسط اسرائیل. ضیاءالحق گفت که ما هیچ وقت عادت، ما پاکستانی عادت نداریم که تمام تخمای خود در یک سبد بگذاریم. این در سیاست خارجی پاکستان هم طور است که اونا همه چیز با یک طرف با یک طرف تمام معامله رو نمی کنن. هر قدر که روسیه در این مرحله حساس امریکا باز، یعنی امریکا خود گذاشت پاکستان در رقابتی که آله آهسته آهسته بسیار حادتر و شدیدتر و داغتر شده میره بین امریکا و چین و روسیه،
اگر پاکستان و موازیگیری های پاکستان آیستا آیستا از امریکا به طرف چین و روسیه نزدیک میشه، امریکا امر اجازه خواهد داد؟ اکسالعمل امریکا چی خواهد داد؟ امریکا کاری کرده نمیتونه در این رابطه. امریکا در عراق شکست خورده، در افغانستان شکست خورده، در سوریه سیاست هایش کاملا با شکست مواجه شده. اینا پول سلاح مصرف کردن، دادن به کسانی که اونا را آموزش دادن، اونا رفتن دوباره به طرف داعش و به طرف گروه های تندرو دیگه که امریکا بر علیه اونا بود. امریکا به صورت کلی در سیاست های خود امروز تا به حال البته چون یک قدرت بود، یک ابرقدرت بود، به طور فکر میکرد که خب مهم نیست زیاد هم سری مسائل فکر اگر نمیکرد شاید. اما حالی که ابرقدرت دیگه، البته یک مجموعه از کشورها حال میخواهند که در برابر امریکا بیستن که چین است، روس است، ایران است و در بسیار تجربه روشنش در سوریه را مشاهده هستیم، در چنین شرایطی برای کشورهای مثل پاکستان بسیار فرصت خوب است که در مذاکره با امریکا بگوید که ما منافع ملی خودم و ما در این منطقه با روسا نزدیک هستیم و نمیتونیم که ما در این منطقه با روسا نزدیک هستیم، همکاری های عادی اقتصادی و سیاسی طبعا کسی، لیکن گرفتن تکنولوژی پیشرفته از کشور سومی و تحویل از او به طالبا که استعمال شود علیه امریکا، این خود یک چیز که این پاکستانی ها میتونن که بسیار دلایل دیگه بگوین. پاکستانی ها میتونن مثلا به امریکایی ها بگوین، خب ممکن است بگوین که طالبا مثلا در بسیار جای سرحدات روسیه هم اونا در سرحدات با آسیای میانه هم اونا مراکز قوی دارن، میکنه از دو طریق گرفته باشن و انتقال داده باشنش به اینجا. یعنی این را کس ثابت کرده نمیتونه به صورت، مگر اینکه واقعا معلومات استخباراتی دقیقی در اختیار امریکایی باشه که سلاحی که فایر شده از چین هویت بوده و بابات سوبر. اگر اطلاعات دقیق استخباراتی نزد امریکا وجود نداشته باشه و تجربه نشان داده که در بعض موارد واقعا نداشته، حداقل اگر اطلاعو می داشته باشه که این سلا واقعا از کجا آمده و چطور آمده، آنچنان که قبلا شما فرمودین که یا به زبان یک دیگه خود می فهمند و باز در باز مورد حتی قصدن اطلاع داده میشه به خاطر از اینکه اکسان مورد بفهمن، یعنی در روشش تغییر نخواد بود با پاکستان چگونه ای مثلا تنظیم خواد کرد؟ من اطلاع پیشتر خدمت تان عرض کردم که روز بروز امریکا او حیبت را که داشت دور از دست میده. مثال بسیار روشنش در روز سوریه بود، خطوط قرمز را اونا در اونجا مشخص ساختن که اگر نیروهای اگر بشار الاسد از این خط عبور کرد ما به سوریه حمله مستقیم نظامی میکنیم، اما دیدیم که در اونجا یه اتفاق افتاد اما هیچ وقت امریکا کاری نکردن. در همین قسم در اوکراین اینا دست به کار، یعنی در حقیقت دولت اوکراین زیاد امیدوار ساختن و بالاخره او را تنها ماندن، بله، اما هیچ چیز نشد در اونجا و امروز بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدن که امریکا دیگه و هیبت سابق خود نداره و آله هر کس در صدد ای است که بیشتر به این فکر هستن که اگر یک نیروی دیگه در دنیا به وجود بیاد که ما خود از فشار امریکا نجات بدیم، که این حالت فعلا در منطقه ما در حال شکل گرفتن است. از اون سبب برای پاکستانی ها یک فرصت خوب است و من فکر نمی کنم که با در اینجا در این مذاکرات کدام مشکلی دارد. امریکا هیبت خود از دست داده، ولی آیا تمام ابزار استخباراتی خود هم از دست داده؟ سر از این پسان صحبت میکنیم و سیاه و لنده دمه.